حضرت بهاءالله دستگیر میشن، ایشون رو به زنجیر میکشن و مورد ضرب و شتم قرار میدن. با پای پیاده ایشون رو تو کوچه و خیابون میگردونن و تو دخمه در زیر زمین به نام زندان سیاهچال زندانی میکنن. سیاهچال یک محل تاریک بود و هیچ نوری وجود نداشت. تنها یک در ورودی داشت. به شکلی باور نکردنی کثیف و متعفن بود. منظورم اینه که اصلاً نمیتونیم تصور کنیم همچین محلی به این شکل میتونه وجود داشته باشه. تو تمام مدتی که حضرت بهاءالله تو سیاهچال بودن، زنجیر سنگینی به گردنشون بود. بعد این زنجیر تا آخر عمر بر بدنشون باقی بود. خب آدم وقتی به اون فاجعه نگاه میکنه قلبش به درد میاد. مردم برای سالهای سال منتظر ظهور اون وجود محبوب بودن و بعد اینطور باشون رفتار میکنن. با وجود این در همون سیاهچال بود که وحی از جانب خدا به حضرت بهاءالله نازل شد تا پیام الهی رو در این دور به گوش تمام جهانیان برسونه. در ایام توقف در سجن ارزتها، اگرچه نام از زحمت سلاسل و روائح منتنه قلیل بود، ولیکن بعضی از اوقات که دست می داد، احساس می شد از جهت اعلای رأس چیزی بر صدر می ریخت. به مثابه رودخانه عظیمی که از قله جبل بازخ رفیعی بر عرض بریزد. و ایشون می فرماین آیاتی بر زبان جاری می شد که هیچ کس در اون لحظه توان شنیدنش رو نداشت. At that moment. So there in that most اینطور بود که اون لحظه نورانی، لحظه‌ای که نور و روشنایی در وجود ایشون جلوه‌گر شد، در زمانی اتفاق افتاد که ایشون در بدترین شرایط بودند و این تضادیه که عملاً غیر قابل تصوره. Impossible to imagine. This is the beginnings of, you know, و این نقطه شروع بسیاری از چیزهایی که در ادامه اتفاق می‌افته و میتونیم تأثیرش رو ببینیم. امر الهی از اون لحظه به بعد در کل دنیا تأثیر میذاره.